وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. التهاب در بازارهای مالی ایران، دلار به مرز 70,000 تومان رسید. یک مقام صنفی میگوید با این قیمت دلار نمیتوان جلوی افزایش تورم را گرفت. سامانه نان 25 همت هزینه شده دوستان، حاصلش چیه؟ روایت یک مقام دولتی از هزینه سنگین برای سامانه دولتی آرد و نان، همزمان گزارش ها از کاهش کیفیت نان و تخلفات در توزیع آرد دولتی حکایت دارد. با افزایش احتمال حمله دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل و در ادامه نوسانات بهای ارز در بازار تهران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در آستانه ورود به کانال 70,000 تومان قرار گرفت. بر اساس اطلاعات کسب شده از صرافی‌های تهران، نرخ فروش دلار در معاملات امروز تا 69,800 تومان افزایش یافت. بر همین اساس قیمت حواله دلار نیز دوباره از مرز 71,000 تومان عبور کرد. سخنگوی اتاق اصناف تهران با اشاره به تورم سنگین در بخش خوراکی‌ها گفته وقتی دلار در یک هفته به 69,000 تومان میرسد چطور میشود جلوی گرانی را گرفت؟ مهدی امیدوار با انتقاد از سیاست‌های دولت در کنترل بازار گفته وقت و انرژی که برای بازرسی میگذاریم را باید برای درست کردن نظام عرضه و تقاضا بگذاریم. او اضافه کرده اولین درخواست اصناف از دولت ثبات نرخ ارز و تنظیم ارز و تقاضاست. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک در نروژ امروز با من هستن. خانم حاجی‌زاده، افزایش قیمت ارز چقدر میتونه بر تشدید گرانی در بازار مؤثر باشه؟ بیشتر برام توضیح بدین در این رابطه. ببینید، خب این روندی هستش که خب دیگه تمام مردم ایران این رو لمس میکنن که تا چه حد هر چقدر نوسانات ارز ما داشتیم هر سال و اون رو مستقیم توی معیشت خودشون درک کردن. مشخص ترین شاید برهه‌ای که مثلا ما این رو داشتیم زمانی بود که ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف شد و کالاهای اساسی یک به شدت یک موج تورمی خیلی بالاتری پیدا کرد. خب توی امسال هم مشاهده این بودیم که مثلا هر سیاست گذاری که دولت در حوزه ارز داشت خیلی مستقیم قیمت گذاری قیمت های کالاها رو به ویژه کالای اساسی تحت شعاع قرار داد. خاطر اون هست که توی این ماه گذشته بارها و بارها وارد کنندگان و تولید کنندگان کالای اساسی عنوان کردن که عدم تخصیص ارز 28500 تومانی چقدر داره روند تولید و روند واردات و تامین کالاها رو تاثیرگذار روش هست و طبیعتا این منتقل میشه به هزینه های مصرف کننده. ببینید، این روند حتی متاسفانه تشدید هم خواهد شد، یعنی با توجه به وضعیت بودجه که دولت ارائه داده، لایحه بودجه که دولت ارائه داده، در اون مشخصا حدود 3 میلیارد دلار سهمیه‌ای که برای تخصیص ارز 28500 تومانی برای سال آینده در نظر گرفته بود کاهش داده، که این حتی مستقیم و غیر مستقیم میزان تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت رو برای مردم بیشتر خواهد کرد. ما سال‌های سال هست که به رغم اینکه خب دولت‌ها یک به یک تاکید می‌کنن که ارتباط سفره مردم رو و معیشت مردم رو با دلار قطع می‌کنیم، می‌بینیم که این روند و این حالا ارتباط خیلی تنگاتنگ‌تر میشه و هر هزار تومانی که دلار بالاتر میره با یک در واقع یک فاصله زمانی کوتاه مدت یا حتی میان مدت مستقیم برمیگرده اثرش به سفره مرد. خب اتفاقا همین میخوام ازتون بپرسم، چرا جمهوری اسلامی با وجود این که خب میدونه این سیاست‌های تنش‌زا معیشت مردم رو با مشکل مواجه کرده، بر ادامه درگیری با اسرائیل تاکید داره؟ این رو هم میتونیم ما به نوعی در رفتارهای جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته ببینیم، همونطور که مثلا در خصوص برجام و توافق هسته‌ای، جایی که میدونه اثر مستقیم بر سفره و معیشت مردم داره حاضر نشد هیچ مماشاتی بکنه، یا در مورد کمک به گروه‌های تروریستی که خب اثر این سیاست اومد توی بحث FATF و اون هم بر اقتصاد بود،
دیدیم که به همین روند ادامه داد. موضوعی هست که منافع ملی، نگاه جمهوری اسلامی به منافع ملی، مردم محور و در واقع متکی بر اون واقعیت های کشور نیست. ما این رو میتونیم اگه یک قیاس کوچولویی بکنیم بین رفتار جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و رفتارهای سیاسی در حوزه اقتصاد با مثلا کشورهایی مثل عربستان سعودی یا امارات. ما میبینیم این کشورها در عربستان و امارات توی سالهای گذشته چقدر سیاستهای در واقع سیاستگذاران این کشورها عمدتا بر تنش زدایی بوده، تمرکزشون بر حوزه منافع ملی با تاکید بر بحث افزایش رفاه و اقتصاد ملی بود برای جذب سرمایه گذاری، برای ارتقای و بهبود توسعه اقتصادی. اما اون چیزی که ما میبینیم همونطور که گفتم خدمتتون مربوط به رویکرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به مقوله و مفهومی مثل منافع ملی هست که اساساً اون رو بر مبنای چارچوب‌های نظری و ایدئولوژیک خودشون می‌سنجن، نه بر مبنای مقوله منافع ملی که بتونه رفاه و اقتصاد کشور رو گسترش بده. مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون با من بودین امروز. نابسامانی در بازار آرد و نان ایران همچنان ادامه دارد. احمد قیومی، فرماندار تهران، افزایش قیمت‌های نان خارج از نرخ مصوب را تخلف دانسته. گفته سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف قطع خواهد شد. سازمان بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی نیز از تخلفات گسترده از جمله فروش آرد در خارج از شبکه توزیع دولتی خبر داده، اعلام کرده برخی از نانوایی‌ها پلم شدند. مدیر کل تعزیرات حکومتی سمنان هم از فروش اجباری نان کنجدی و کیفیت پایین نان در این استان خبر داده. در همین رابطه صحبت‌های یک مدیر سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینه سنگین برای سامانه دولتی توزیع آرد و نان در روزهای اخیر خبرساز شده. سامانه ها هم اگر خدمت بیس باشد ارزش دارد. اگر سامانه به ماه و سامانه است که مسئلهش حل نمیشه. املاک و اسکان، املاک و اسکان نمونه بارز از سامانه است که هیچ مسئله رو حل نکرد. سامانه نان 25 همت هزینه شده. دوستان حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که نونوا بدونه که ما برای ما چند تا نون رو ثبت کرده. قبلا میگفتم ما میدونیم که هر ایرانی چقدر نون میخوره، در کجا میخرد. الان اینجوری شده هر ما میدونیم که چه نونوایی چه برای کی چقدر ثبت میکنه. یه بار باید فیلم بگیرید. خدا وکیلی شما محقق، پژوهشگر، استاد، یه بار در این نونوایی فیلم بگیرید. اون صحنه ای که 5 تا نون میگیرید میگه چی؟ 10 تا 20 تا. یه بار فیلم نایلون میگیرید 12 تا. یه بار فیلم بگیرین، یادتون باشه که مابعضا اون آرد تحویل داده میشود، مابعضا اون پول پرداخت میشود. یادتون باشه اون نایلونه آرد به جاش دیده میشه، به نونوا داده میشه. سامانه سامان نمیآورد مگر اینکه منطق اون بر اساس تسهیل امور، کاهش هزینه خب و اون ضوابط حال امنیت اطلاعات اینا تنظیم بشود. این سخنان با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مواجه شده. در همین رابطه روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشته گفتن رقم 25 هزار میلیارد تومان برای یک سامانه خیلی ساده است، چرا که مردم درکی از ابعاد این رقم ندارند. در این مطلب آمده اجرای طرحی که چنین هزینه سنگینی داشته و موجب تمسخر شده قطعاً خنده‌دار نیست و باید گریست. به نوشته این روزنامه اگر این فساد آگاهانه و نظام مند نباشد حتما ناشی از یک شلختگی ساختاری و مدیریتی است. رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی با من هستن. آقای غیبی، خب ما انگار شاهد شکست طرح دولت برای کنترل بازار نان با وجود هزینه سنگین برای اجرای اون هستیم. از شما بیشتر میشنویم در این مورد. بله، من اجازه بدین وام بگیرم از بخش آخر یادداشتی که اعتماد داشته و شاید بشه اصلاحش کرد به این گونه که اتفاقا این حاصل شلختگی نیست و یک فساد نظاممند، هدفمند و ساختاریافته در بدنه اقتصاد ایران وجود داره که در نهایت منجر به شکست سیاست‌های متعدد اقتصادی میشه. چه سیاست‌هایی که خب قراره
منافع بخشی رو تامین بکنه، چه سیاست‌هایی که بعضن به ندرت گاهی عقلانی هست و قرار توسعه رو برای مردم و کشور برمقام بیاره، اون فساد ساختاری و سازمان یافته است که منجر به شکست این سیاست‌ها میشه. و تا زمانی که ما در اقتصاد ایران نگاه حاکمیتی رو داریم و قرار است که همه چیز تحت کنترل حاکمیت و دولت باشه و فضای رقابت وجود نداشته باشه برای بخش خصوصی واقعی، بخش خصوصی واقعی متفاوت تر از آن بخشی است که امروز به عنوان بخش خصوصی متصل هست به بدنه حاکمیت و رانتجویی رو دنبال میکنه، مادامی که شفافیت وجود نداشته باشه، مادامی که عقلانیت وجود نداشته باشه، ما این سیاست‌ها رو خواهیم دید. سیاست‌های شکست خورده بارها آزمون و خطا انجام میشه، مجدداً در قالب طرح‌های متعدد این سیاست‌ها اجرا میشه، اما خروجی نداره. 25000 میلیارد تومانی که میشد باهاش بسیاری از مشکلات استان‌های محروم مثل سیستان و بلوچستان رو حل کرد، خرج یک سامانه شده که قاعدتاً از بی‌نفع اون شبکه و شرکت‌هایی هستن که نزدیک بودن به تصمیم گیران و مدیران وقت در وزارت اقتصاد که این مجموعه رو خواستن راه اندازی بکنن. بنابراین اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم، سامانه‌هایی که اشاره شد مثل املاک، مثل نان یا بسیاری از سامانه‌هایی که در جمهوری اسلامی راه اندازی شده، صرفاً برای تأمین منافع بخشی از افراد نزدیک به حلقه قدرت بوده و هیچگاه اولویت اونها حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نبوده، نیست و نخواهد بود. خیلی ممنونم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین امروز. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.